تمام هموطنان عزیز که در هر جای دنیا دارین زندگی میکنین. امیدوارم که شاد و سلامت باشین، امیدوارم که هر جای دنیا هستین بهتون خوش بگذره. تابستون گرم، به هر حال همه جا گرم، اروپا هم گرم شده، شمالی هم دیگه الان دیگه همه توی دریان. شمالی عزیز شما چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین، همیشه سرزنده باشین. ماهیگیری یادتون نره، لب دریا بریم ماهی بگیرین، جای ما رو خالی بکنین. و بعد اینکه سپیدرود هم یادتون نره که از این کولی هم بگیرین. ما عاشق اون کولی گیری های سپیدرودیم که نمیتونیم بیایم، ولی خب میایم یک روز، به زودی میایم به نام عیسی مسیح، به امید خداوند میایم به زودی. خب امیدوارم که خوب و سلامت باشید. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس. از تو میطلبم در نام پرجلال عیسی مسیح زبانمو مست بکنی، افکارمو خداوند در هدایت خودت بگیری. خداوند عزیزم از تو میطلبم ای خداوند برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت قرار بدی. خداوند دلها رو قلبها رو آماده بکنی تا وقتی کلامتو میشنون ای قدوس به کلامت ایمان بیارن و به تو خدای زنده رو بشناسن. شکرت میکنم برای این وقت، به نام پر جلال عیسی مسیح آمین. یک برنامه دیگر اومدیم خدمت شما به کارگردانی آقای یاسر عزیز من که زحمت بسیار در این تلویزیون میکشه، ممنونیم ازش. اومدیم به خانه های شما، امیدواریم که چایهاتون رو برداشتین، نشستین، نوشابه، چایی، هرچی دوست دارین بردارین، آب، هرچی دوست دارین، به هر حال بشینین از کلام خداوند گوش بدین، چون کلام خداوند زنده، همیشه در هر وقت برای زندگی ما مفیده، در هر وقت با ما صحبت میکنه، چه امروز باشه، چه 5000 سال پیش، 2000 سال پیش باشه، چه 2000 سال بعد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. کلام خداوند زنده است و واقعا برای زندگی های ما مفیده، رهنمای زندگی ماست. خب میگن از ایران بگیم نگیم، اینقدر دیگه ایران وضعش خرابه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، اجتماعی، همه چیز اینقدر خرابه، دیگه از کجای ایران کسی بگه؟ همه روز دارن تلویزیون ها دارن میگن، تمام این شما تو فیسبوک، تو واتساپ و توی اینستاگرام و تو همه جا خبرها رو میشنوین. خبرها اینقدر سریع به دست همه میرسه که دیگه گفتن اینجا فکر کنم تا ما بخوایم خبری از جایی بدیم شما زودتر از ما میدونین خبرو. به هر حال جمهوری اسلامی همچنین داره تبل جنگو میزنه، یه جنگی میخواد که بتونه سرپا وایسه، ولی مقاومتشون واقعا خوبه. در این 40 سال خیلی یاد گرفتن اینا، کلکای زیادی بلدن اینا. آقای ظریف هم که اومد اینجا همش 400 متر بهش دادن، 400 یا 500 متر، یک نیم کیلومتر میره هتل و میره توی سازمان میدن. یعنی میگم که این جمهوری اسلامی آبروی حیثیت تمام ایرانی ها رو داره میبره. درست اینا رژیم جمهوری اسلامی هن، اینا با ایرانی ها فرق میکنن، ولی در کل شما نگاه بکنین بالاخره به اسم ایران دارن میان، هرچی هستن به اسم ایران دارن میان، از خود ایران دارن میان. میگن ایشون وزیر خارجه ایرانه، کشور ایرانه. درست جمهوری اسلامی الان تازگی ها جمهوری اسلامی رو رژیم رو با ایران، با مردم ایران سوا کردن، ولی کلن بالاخره اینا دارن از ایران میان، به اسم ایران دارن میان. میدونی چقدر تغییر آمیزه؟ مثلا شما بیاین تو سازمان ملل بهتون بگن، خب البته حق هم دارم، میگه که ما آمریکایی‌ها مگه تو ایران قدم میزنیم؟ ما مگه آمریکایی‌ها حق داریم بیایم تو ایران؟ اصلا حق داریم بیایم تو ایران؟ وقتی به ما حقی نمیدین در ایران ما هم بیایم اونجا قدم بزنیم، شما چه حقی دارین که بیاین اینجا هم فوش بدین به ما، هم بیاین اینجا آزادانه براتون بگردین؟ اینه که معمولا ما گرفتارشیم.
به امید خدا ببین اینا افتادن، ولی ایرانی ها هنوز قبول نکردن که اینا افتادن. اگه ایرانی ها قبول بکنن که اینا افتادن، حقیقتا قبول بکنن، خودشون میان بیرون به اینا رو میندازن برن. امروز مثلا آقای جنتی که 92 سال داره، اصلا شما صحبتاش هم که میبینین هر جا میذارن در این یه دقیقه هم میذارن حرفشو، یه دقیقه اصلا 30 ثانیه هم نمیتونه صحبت بکنه. اگه 4 کلمه بهش از روخونه هم میدم بهش میخونه، تو نمیفهمی چی داری میگه. اونو گذاشتن دوباره توی مقام قبلیش که همین شورای چیچی هست مال فقها پقها هست که هست انتخاب رهبر فلانه. به هر حال بهتر اینه که ما بریم کلام خداوند رو باهاتون شیر بکنیم، بهترین چیز اینه. چون برای اینکه از ایران هر چی بگیم هم شنیدین شما، هم تکرار مکررات. بذار شعر ما رو هم بخونیم، بعدم بیایم درس رو شروع بکنیم به نام عیسی مسیح. میگه در زندگیم فقط نام توست عیسی، در حیاتم فقط نام توست عیسی، در نام توست که پیروزی دارم، در نام توست که مهربانی دارم، در نام توست حیات با شکوه دارم، در نام توست آرزوی زنده بودن دارم، در نام توست حیات جاویدان دارم، در نام توست بهشت با صفا دارم، در نام عیسی هر گره‌ای باز شود، در نام عیسی هر ناتوان توانا گردد، در نام عیسی هر دعا عمل شود، در نام عیسی هر مرض شفا یابد، در نام عیسی مرده ها حیات یابند، در نام عیسی است که دل ها قوت یابند. بخوان نام عیسی را که حیات جاودان یابی، بخوان نام عیسی را که از هر درد شفا یابی. به نام عیسی بگو هللویا، به نام عیسی بگو هللویا، به نام عیسی بگو هللویا. جلال بر نام قدوس خداوند. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. جلال از آن خداونده. شعرهایی که خداوند به ما میده ما برای شما میخونیم عزیزان من. خب امروز میخوام از یوحنا 8 براتون بخونم که عیسی نور جهان هستی. یادمون رب بگیم برنامه ما را آقای یاسر عزیزم بذاره عیسی نور جهان هستی. عیسی خودش داره میگه به شاگردانش نوشتن اینا رو، چیزایی هست که خود عیسی داره میگه، خودش معرفی میکنه که من کی هستم. عیسی مسیح وقتی خودش معرفی میکنه با قاطعانه داره صحبت میکنه و میگه که من کی هستم. ولی خیلی ها میسی که نمیخوان قبول بکنن که عیسی مسیح آن چیزی که گفت و عمل کرد و عمل میکنه. میگه عیسی در یکی از تعالیم خود به مردم فرمود من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور زنده راهش را روشن میکند. عیسی مسیح میگه هر کس به من ایمان آوره در نور زندگی میکنه، در تاریکی دیگر نیست. میگه فریسیان جواب دادن تو از خود تعریف میکنی، تو دروغ میگویی. فریسیان ملاهای
یهودی بودن که اون موقع در زمان عیسی مسیح به مقام و عینی ریاکاری و به مقام خودشون ارزش بیش از حد قائل بودن، عاشق مقام خودشون بودن. عیسی فرمود من هرچی میگویم عین حقیقت است، حتی اگر درباره خودم باشد، چون میدانم از کجا آمدم و به کجا میروم. ولی شما این را نمیدانید، شما بیان که چیزی درباره من بدانید قضاوت میکنید. ولی من اکنون درباره شما قضاوت نمیکنم، اگر نیز چنین کنم قضاوت من کاملا درست است، چون من تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاده با من است. میخوام اینا رو بخونم اون جایی که واقعا جای بحث داره صحبت بکنم، چون این دیگه روشن داره عیسی مسیح داره صحبت میکنه با اون زمان با مردم، که امروز هم با همین خاخامای مثل اون موقع خاخامای یهودی بودن، الان ملاهای امروزی در هر دینی هستن. معمولا اونایی که دین پرستن و دینی عمل میکنن همیشه روی مقام خودشون تکیه دارن، تو خدا خدا میگن، همه چیزو میگن به شما، ولی آن چیزی که میگوین هیچی رو خودشون عمل نمیکنن. مطابق شریعت میگه شما اگر دو نفر درباره موضوع شهادت دهن، شهادت ایشان به طور مسلم قابل قبول است. میگه در شریعت شما اگر دو نفر بخوان شهادت بدن به کسی، میتونن ثابت بکنن که اون چیه. میگه درباره من هم دو نفر شهادت میدن. همیشه عیسی مسیح همینه داره میگه، میگه خودم و پدرم، چون روی خدا در عیسی مسیح بود، چون اون روی خدا بود، به خاطر همون میگه من و پدرم. چرا میگه من و پدرم؟ چرا ما هضم نمیخوایم بکنیم که مثلا ما میگیم عیسی خداوند است؟ خیلی ها به ما خورده میگیرن، میگن که شما عیسی را در حد خداوند پرستش میکنین. مثلا یه گزارشگر اومده بود از مردم ایران داشت گزارش تهیه میکرد توی خیابون، به جوونا به هر کس میرسید میگفت آقا شما رفتیم به پابوس امام رضا؟ بعضیا میگفتن رفتیم، بعضیا میگفتن نه نرفتیم، بعضیا میگفت وقت نمیشه، و یکی و یه چیزی میگفت. بعدا در جمع اومد، یک دونه ون داشت اونجا، ماشین ون بود، گفت شما رو میخوام الان ببرم برای بریم به پابوس امام رضا. امام رضا کجاست؟ مشهد. این داره کجا داره صحبت میکنه؟ گزارشگر در تهران. ماشین پشتش باز کرد، یه پارچه نوشته بود یا امام رضا. میگفت الان شما رو آوردیم اینجا که در پابوس امام رضا هستید. با شعور مردم به حدی بازی میکنن، به قول رفیق ما میگه خود مردم هم همچین چیزی میخوان. بعد مردم میرفتن زانو میزدن، مردم میرفتن تعظیم میکردن اون پارچه رو، بوس میکردن. یعنی ما واقعا بعدم وقتی من اینو تو اینستاگرام گفتم آقا چقدر بت پرستی دارین میکنین، چرا آقا شما که هنوز تو مشهد هم نیستین، یک ماشین یه پارچه است. میگفتن که شما، ما به این بت پرستی افتخار میکنیم دیگه، عیسی رو مثل خدا نمیدونیم، یه انسان پیغمبر میدونیم. اگه پیغمبر شما هست، تا حالا از این پیغمبر که خودت میگی پیغمبر منه، پیغمبر اولوالعزم، تا حالا ازش خواستی ای پیغمبر خدا یه دونه مثلا دعا بکنی به نام عیسی مسیح، فلان چیزی بخوای، فلان آرامشی بخوای، فلان کار ازت انجام بده، تا حالا خواستی؟ یا علی حرفم میگی پیغمبر اولوالعزمه، ولی پیغمبر اولوالعزم هست ولی قبول نداری، کسایی که مسیح هستن میگی کافرن، به کسایی که مسیح رو قبول دارن میگی نجسه.
در حرف زدن استادیم، ولی آن چیزی که میخوایم قبول بکنیم واقعیت قبول نمیکنیم. پارچه رو میریم تعظیم میکنیم که روش یه چیزی نوشته، یا تازگی موری از چین آوردن که ای آقایونو که نماز میخونم، مرده میگی من 30 ساله دارم نماز میخونم، یک ذره علامت روی پیشانیم نمونده. موری اومده که با حرارت، اینی که مثلا شما میزنی یه چیزی رو میخواین علامت بیندازین، میذارن روی پیشونی خوشون یه ذره میسوزونن، میگن که بله، میخوان نشون بدن ریاکاری تا اینجا، نشون بدن که ببین من اینقدر با ایمانم، اینقدر نماز میخونم، اینقدر سجده میکنم، خدا رو پرستش میکنم، ببین پیشانیم موره. به هر حال در کل ریاکاری خوب نیست. بالاخره هر ریاکاری یک روز همه چیش مشخص میشه. میگه که در یک کتابی داشتم میخوندم، واقعا کتابش یه روز میخوام دوست دارم بیام که هر بار یک صفحهش بخونم براتون. میگه خدا در روز داوری از ما سوال نمیشود که چی خوانده ایم. روز داوری میگه خدا از تو سوال نمیکنه چقدر کتاب خوندی، چی خوندی، چی شدی. میگه سوال میشه باید چی کردیم در روی زمین بودیم. میگه سوال نمیشه باید چقدر خوب سخن گفته ایم، سخنبر خیلی خوبی بودیم. میگه سوال میشه باید از تو چجوری خوب زیستن به سوال میکنه. خوب زیست کردی؟ سخنبر خوبی بودی، ولی زیستنت هم خوب بود؟ زندگیت خوب بود؟ سوال نمیشه بعد آیا مقام و ثروت و سواد تو تا کجاست؟ میگه ازت سوال نمیکنه که تو ثروتمند بودی و اونجا مقام داشتی، نه، بلکه میگه چه عمل کردی در این دنیا، میگه عملت چی بود. این سوالاتی میگه خدا میکنه از ما. حالا ما با بت پرستی خودمون افتخار بکنیم. میگم که عیسی مسیح فرمود که در متی 24 میگه، عیسی مسیح میگه که پیغمبران دروغینی بسیاری خواهند آمد. خیلی ها به نام من میان میگن که من مسیح هستم و معجزه میکنن، حتی ایمانداران هم این حرف میدن از، ولی باور نکنین. مسیح میگه من 2000 سال پیش اومدم، به خاطر شما رفتم روی صلیب، خودم رو کشتم، خونم رو ریختم به خاطر که گناه های شما رو پاک کنم. بعد از من هر کس میاد دروغه، هر کس بیاد فیکه به قولی امریکایی ها. میگه مطابق شریعت شما اگر 2 نفر درباره موضوع شهادت دهن، شهادت ایشان به طور مسلم قابل قبول است. درباره منم 2 نفر شهادت میدن، یکی خودم و دیگری پدرم که مرا فرستاده است. پرسیدن پدرت کجاست؟ خاخاما از عیسی مسیح میپرسد. عیسی جواب داد شما که نمیدانید من کی هستم. چون شاید هم باور میکردن که این معجزه هایی که در عیسی مسیح میکنه، مرده رو زنده میکنه، این همه کار میکنه، ولی اون مقام پرستی این دنیا و ریاکاری این دنیا ولشون نمیکرد، نمیتونستن اونو ول بکنن. مگه میتونه الان خامنه ای یا نمیدونم این آدمایی که تو ایران سر رأس حکومت هستن، مگه میتونن به این سادگی ول بکنن مقام و ریاکاری و ثروت و اینا رو؟ مگه میتونن اینقدر چسبیدن به این مقام و ریاکاری و ثروت و دیگه اصلا اون دنیا رو الان فکر نمی کنه. اصلا فکر می کنه اون دنیای وجود نداره، هرچی هست همین دنیاست دیگه. نمی دونه بدبخت بیچاره 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی می کنه اینجا، بعدش چی؟
عیسی جواب داد: شما که نمیدانید من کیستم، چگونه میخواهید پدرم را بشناسید؟ وقتی میگی منو نمیشناسید، چجوری میخواییم پدر منو بشناسید؟ اگر مرا میشناختید پدرم را نیز میشناختید. میگه اگر منو میشناختیم با اینکه منو دیدین اینجا، پدر منم میشناختید. عیسی این سخنان را در قسمتی از خانه خدا که در خزانه در آنجا بود بیان کرد. با این حال کسی او را نگرفت، چون وقت او هنوز به سر نرسیده بود. اون روز داشت صحبت میکرد، هنوز چون وقتش نرسیده بود اینو نگرفتن. با اینا خاخامات صحبت میکنن، اینی که تو مقامات ایران بخوای صحبت بکنی سری تو رو میگیرن. یه حرف های چی آقا؟ شما چرا گفتین خامنه ای حرف زد بده؟ خامنه ای اینجا جو خداست در ایران. باز به ایشان فرمود: من میروم، به شما به دنبال من خواهید گشت و در گناهانتان خواهید مرد و جایی هم که میروم شما نمیتوانید بیایید. وقتی عیسی مسیر قبول نمی کنید، به خاطر همون میگه جایی که من میرم شما دیگه نمیتونید بیایید، چون قبول نمی کنید، ردش میکنید. اگه قبولش بکنین، اون جایی که عیسی مسیح است، وقتی بعد از مرگ میری پیش عیسی مسیح، در آغوش عیسی مسیح بهت میگه خوش آمدی فرزندم. یهودیان از یکدیگر پرسیدن: مگر میخواهد خودکشی کند؟ این فکراشون رو نگاه بکن. منظورش چیست که میگوید جایی میروم که شما نمیتوانید بیایید؟ آنگاه عیسی به ایشان فرمود: شما از پایین هستید، من از بالا. شما متعلق به این جهان هستید ولی من نیستم. برای همین گفتم که شما در گناهانتان خواهید مرد، چون اگر ایمان نیاورید من مسیح فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهید مرد. مردم از او پرسیدم: به ما بگو که تو کیستی؟ وقتی این حرف زد، میگه از این پرسیدن که تو کیستی عیسی مسیح؟ عیسی جواب داد: من همانم که از اول به شما گفتم. برای میگه خیلی چیزها میتوانم شما را محکوم کنم و خیلی چیزها دارم که به شما تعلیم دهم، اما فعلا این کار را نمی کنم. فقط چیزهایی را میگویم که فرستنده من از من خواسته است و او حقیقت محض است. ولی مردم هنوز نفهمیدند که عیسی درباره خدا سخن میگوید، چون عیسی از اول بوده هست. یوحنا یک، ببین چقدر خوب نوشته یوحنا یک. میگه از ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست. هر چه هست به وسیله او آفریده شده، به چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. زندگی جاوید در اوست و این زندگی در تمام مردم نور میبخشد. او همان نوری است که در تاریکی می درخشد، به تاریکی هرگز نمی تواند آن را خاموش کند. نسبت به عیسی مسیح داره میگه یوحنا نوشت. عیسی مسیح هم همینه داره میگه. میگه پس عیسی گفت: وقتی مرا کشتید، آنگاه خواهید فهمید من مسیح هستم. و عقاید خود را به شما نگفتم، بلکه هرچه پدرم به من آموخت همان را به شما گفتم. کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را به جای می آورم. ببین عیسی مسیح چند بار باید بگه من و خدای پدر یکی هستیم؟ چون شما اگه خدا را ببینین نمیتونین ببینین، 100% میمیرین. شما خورشید نمیتونین نگاه بکنین، بعدا نور خدا رو میتونین نگاه بکنین؟ خورشید اگه 20 ثانیه نگاه بکنین چشماتون
داغون میشه، یه دقیقه نگاه بکنین کور میشین. خدای به این عظمتی چون نمیتونی تو خدا رو ببینی، خدا به وسیله عیسی مسیح در جسم عیسی مسیح میاد به ما ظاهر میشه که بتونی تو خدا رو ببینی و باهاش صحبت بکنی. وقتی شما میخواین با یه نفر صحبت بکنین، معمولا مثل خودش میشین که باهاش صحبت بکنین که بفهمه. و میگیم که خدا قادر مطلقه، هر چیزی بس میتونه بکنه. خدا نمیتونه بره تو جسم مرچه مثلا، با مرچه. خدا قادر مطلقه، هر کاری میتونه بکنه، به شکل هر کی میتونه در بیاد. پس عیسی گفت وقتی مرا کشتید آنگاه خواهید فهمید که من مسیح هستم و عقاید خود را به شما نگفتم، بلکه هرچی پدر من به من آموخته همان را به شما گفتم. کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را به جای می آورم. در این وقت بسیاری از سران قوم یهود با شنیدن سخنان او ایمان آوردند که او همان مسیح است. خیلی خیلی در اون شورای یهود به مسیح ایمان آورده بودن، همین مقامات، منتها می ترسیدن که مقام خودشون از دست بدن، مقام این دنیا رو از دست بدن. دیگه نمی گفتن که ما مسیح رو قبول کردیم، مسیح رو شناختیم که عیسی مسیحه. اون خاخامای بالا که قبول نکرده بودن و اون پایین، مقامای پایین که قبول کرده بودن، نمی گفتن، می ترسیدن. الان خیلی مسلمونا وقتی به عیسی مسیح میخوان ایمان بیارن میترسن، وقتی ایمان میارن، چون اینقدر دین اسلام دین وحشت و دین زور و دین ترسه، وقتی ایمان میارن بعد از اونم میترسن، میگه نکنه الان پنجتن بیان ما رو شقه شقه بکنه. چون دین، وقتی دین خدا نباشه، دین شریر و شیطانی باشه، همین جوریه. ترس غالب بر همه چیزه. عیسی به این ایده فرمود اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. اینجا رو خوندیم تا اینجا 232. بریم یک سرودی گوش بدیم، برگردیم شما. میخونم فقط تنها عشقا میساز، مسیحا چقدر پاک و بیدهاست، پناهم تو هستی، توی قوتم مسیح جان من، عشق من ثروتم. توی دنیا ما دور از آرامشی، نباید که آلوده این بشیم، باید پر بشیم ما ز روح مسیح، مبادا که بی لامس اون گم بشیم. تو دنیا فقط درد هست و گناه، توی شادی آشام میبینی خطا، خدایا فقط عشق تو کامله، بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله، به نازم به این عشق پاکت بابا. میدونم دیگه جام تو قلب باباست،
فقط حاکیم تنها خواست خداست. بدونید که میده خودش قوت و مطیع خدا شو. ببین قدرت و توی دنیا ما دور از آرامشی نباید که آلوده این بشیم. باید پر بشیم ما ز روح مسیح. مبادا که بی لمس اون گم بشیم. تو دنیا فقط درد هست و گناه. توی شادی آشم میبینی خطا. خدایا فقط عشق تو کامله. بنازم به این عشق بی انتها. خدایا فقط عشق تو کامله. بنازم به این عشق پاکت بابا. بنازم به این عشق بی انتها. بنازم به این عشق پاکت بابا. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدوارم که از کلام خداوند لذت دارین میبرین. واقعا کلام خداوند حقیقتا آرامش زندگی است. تا از یوحنا 8 دارم میخونم که فرموده که عیسی مسیح برای شاگردانش داشت صحبت میکرد. عیسی نور جهان هستی. البته اینجا نوشته نور جهان، فقط عیسی نور جهان هستی. شما نیزابه کردم که واقعا هم همینجور هست. عیسی نور هستی جهان. تا آیه 32 خونده بودیم که میگه عیسی میگه به این، آخرین آیه رو براتون میخونم، میگه عیسی به این ایده فرمود اگر اونایی که بهش ایمان آوردن، میگه اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان واقعی من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. بعدن این خواهما بین چی میگه؟ گفتن منظور چیز که میگویی آزاد میشوید؟ ما که اسیر کسی نیستیم که آزاد شویم. ما فرزندان ابراهیم هستیم. عیسی مسیح به اینا میگه هر یک از شما اسیر و برده گناهید. برده ها در خانه حقی ندارن، ولی تمام حق به پسر خانواده میرسد. وقتی گناه میکنی میگه گناه تو بردگی میکنی گناه رو. وقتی برده گناه شدی هم حقیقت رو نمیشناسی، هم میگه دیگه اون جایی که میخوای بری تو بهشت باید بری، جایی که میخوای بری نمیتونی بری، چون عیسی میگه آن جایی که من هستم میاین شما. اونایی که من قبول کردن، تعلیم منو گرفتن، حقیقت رو شناختن، حقیقت اونا رو آزاد میکنه و میان جایی که من هستم. میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند در واقع آزادید. میگه هر کس که منو ایمان بیاره، من شما را آزاد بکنم، شما دیگه آزادین، در من زندگی میکنین و آزاد، کاملا آزادین، دیگه برده شیطان، برده گناه نیستید. بله میدانم که شما فرزندان ابراهیم هستید. میگه من میدونم، عیسی مسیح میگه میدونم شما فرزندان ابراهیم هستید، ولی با وجود این بعضی از شما میخواهید مرا بکشید. خب همیشه میخواستن اون موقع روی حسادت و مقام پرستی خوشون میخواستن عیسی مسیح که معجزه کرده بود، نمیخواستن قبول بکنن که این مسیح موعوده که اومد براشون، میخواستم اونو بکشم. به خاطر همون عیسی مسیح میگه در دل شما میگه جایی برای پیغام من نمیباشد. یعنی اون کسایی هستن که پیغام عیسی مسیح رو میشنون ولی
در قلبشون جا نمیدن. من هرچی از پدرم دیدم میگویم شما نیز هرچی از پدر خود آموخته اید انجام میدهید. به اون مردم میگه گفتن پدر ما ابراهیم است. عیسی جواب داد نه، اگر چنین بود شما نیز رفتار خوب ابراهیم سرمخش میگرفتین. من حقایقی را که از خدا شنیدم به شما گفتم، با این حال شما میخواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری نمیکرد. وقتی چنین میکنید از پدر واقعیتان پیروی مینمایید. به اونا داره میگه، میگه اگه شما واقعا فرزند ابراهیم بودین من میشناختین من کی هستم، معجزات من میبینین، مرده‌ها رو دارم زنده میکنم، سخنان من میشنیدین میفهمیدین من کی هستم. عیسی فرمود اگر اینطور بود مرا دوست میداشتید. نه رفتیم پایین ما. اگر چنین بود شما نیز رفتار خوب ابراهیم سرمخش میگرفتین. من حقایقی را که از خدا شنیدم به شما گفتم، با این حال شما میخواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری نمیکرد. وقتی چنین میکنید از پدر واقعیتان پیروی مینمایید. مردم جواب دادن ما که حرامزاده نیستیم، پدر واقعی ما خداست. جوابشون نگاه کن. عیسی فرمود اگر اینطور بود مرا دوست می داشتید، می دونستین که من از طرف خدا اومدم و از بالا اومدم که من مسیح موعودم، برای نجات شما اومدم. اگه واقعا می دونستین، چون من از جانب خدا نزد شما آمدم، من خودسرانه نیامدم بلکه خدا مرا پیش شما فرستاده است. چرا نمی توانین سخنان مرا بفهمید؟ دلیلش این است که نمی خواهید به من گوش دهید. شما فرزندان پدر واقعی تان شیطان می باشید. میگه چون به من گوش نمیدین علیکی میگیم پدرم خداست، پدر ما خداست. شما میگه فرزندان شیطانیم، وقتی در گناه هستیم فرزندان شیطانیم. شیطانی که شما رو به گناه وادار میکنه. وقتی شما حرفای عیسی مسیح رو قبول نمیکنین، حرفای این دنیا رو قبول میکنین، میگه شیطان تابعیت داریم میکنین، شیطان پدر خودتون میدونین. چون اینقدر این مقام و این ثروت و این دنیا اینقدر شیرینه که حتی خدا همین حالا بیاد پایین به اینا بگه آقا اینا همه چرت و پرت، بعد از یه مدت پوچ میرین، بایسی اصلی زندگیتون اونجاست، قبول نمیکنن. در این همین عصر هم عیسی مسیح میومد میکشتن، هیچ فرقی نمیکنه، چون همه مردم لذت و مقام و ثروت این دنیا رو دوست دارن. کی تا الان این همه ثروت داشته؟ کی تا الان این همه مقام داشته زنده مونده اینجا؟ کجا رفتن اونایی که مقام داشتن مثل هیتلر رو نمیدونم این همه مقام ها؟ کجا رفتن اینا؟ ثروت اونایی که ثروتمند بودن کجا رفتن؟ چی شدن؟ همه مردن، خاک شدن، اصلا دیگه اسمشون هم نمیبرین، اصلا یادی دیگه از اونها نیست. همه این مردم این دنیا فکر میکنن مادام و عمر زندگی میکنن، همه فکر میکنن که ثروتی دارن، این ثروت برای تمام مادام و عمره. نه بابا، ثروتمندم هستی، یک 90 سال 80 سال 90 سال زندگی میکنی، خیلی ها خیلی 40 سال هم زندگی نمیکنن، 27 سال هم زندگی نمیکنن، 30 سال هم زندگی نمیکنن، بعد میمیری میری، اصلا انگار نه انگار. بهترین چیزی که عیسی مسیح داره سخن میگه گوش بدیم واقعا. ببین عیسی مسیح وقتی تعلیم میده، وقتی میخونین شیرینی کلام خداوند میچشین. حقیقتا آن چیزی که عیسی مسیح میگه حقیقت میشناسیم و حقیقت شما را آزاد میکنه.
میگه شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان میباشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت، چون شیطان هم که شیطان نبود اول، که اون هفته هم گفتم یکی از فرشتگان خوب خدا بود. اینقدی فرشتگان اونا تعریف کردن ازش که تو از بالاتر از خدایی، فلانی، تو خوشگلی، تو زیبایی، تو همه ای کارها رو میتونی بکنی. اینم فکرت واقعا کسی هست دیگه، نمیدونست خودش هم خالقه. میگم خالقه، خودش هم خلق شده دست خداونده، خودش هم یه فرشته ای هست که خدا اونو خلق کرده، خلق شده است. فکر میکنه که جای خدا رو میتونه بگیره. گواره راست میگن، منم میتونم جای خدا رو بگیرم. چرا ما مگه کمتر از خدام که؟ با نافرمانی افتاد و همون فرشتگانی که اینو گول زدن اونام افتادن باشون. حالا چند میلیارده نمیدونم، ولی اینی میدونم که این شریر اینقدر زیاده که دنیا داره کار میکنه، به خصوص ایران ما، که اون شریر ملک فارس توی ایرانه، ولی به زودی زود به نام عیسی مسیح از بین میره، باعث از بین بره. خدا هر وقتی حرف میزنه حرفاش عملی میشه. در اشعیای 49 خداوند در ارمیای 49 میگه، میگه تخت پادشاهی خودمو در ایران برقرار میکنم. تا الان که همه از آواره کرد اونجا نوشته همه رو پراکنده میکنم به تمام دنیا، ایرانی ها رو بعدم به کشور خودشون باز میگردنم. رسیده دیگه موقعیتش. در وجود او ذره حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگو هاست. شیطان میگه به همین دلیل است که وقتی من حقیقت را به شما میگویم نمیتوانید باور کنید. کدام یک از شما میتواند حتی یک گناه به من نسبت دهد؟ هیچ کدام. چون عیسی مسیح گناهی نکرده بود که اومد در جسم فقط به خاطری که فدیه گناهان بشر بشه، که دیگر من تو هموطن عزیز دیگه به اون شریعت قدیم بر نگردیم، با کارهای عمل خودمون، با کارهای نماز خوندن و با نمیدونم رفتن سر قبرا دعا کردن به خدا برسیم. نه دیگه، میتونیم با کلام عیسی مسیح، به خون عیسی مسیح ایمان بیاریم و آزاد بشیم. از این به بعد اعمال ما اعمال انسانی باشه، رفتار ما رفتار انسانی باشه. پس حال که حقیقت را از من میشنوید چرا به من ایمان نمی آورید؟ عیسی مسیح میگه که این همه صحبت من میکنم برای شما، این همه معجزات و همه چیز میبینید، چرا ایمان نمیارید؟ چون برای اینکه وقتی شیطان دل کسی رو سخت بکنه، شیطان مسلط بشه بر هر انسانی، خیلی سخت بیرون میاد. بجز که به نام عیسی مسیح شیطان شریر رو تو نیب بزنی بیای به سوی عیسی مسیح. خیلی سخته برای مسلمان ها، خیلی سخته وقتی شناختن هم ول نمی کنن عیسی مسیح رو. اینو من میدونم چون خودم یکی از اونام. وقتی بچشی این عیسی مسیح رو ببینی که عیسی مسیح کیست، آن وقت میفهمی که واقعا زندگی کردن با عیسی مسیح چقدر لذت بخشه. دیگه اسیر و برده این شریعت نیستی، چون شریعت 610 یا 13 تا شریعته که موسی آورد. کی میتونه 610؟ اگه از این 610 تا 13 تا اگه یک دونه شو تو عمل نکنی، یعنی تمام شریعتشو کندی. اینی که قانون رانندگی میمونه،
شما رانندگی میکنین 100 تا مثلا قانونه، از این 100 تا یک دونه شما خلاف میکنین، یک دونش عمل نمیکنین، در جا جریمه میشین. میگه آقا من 99 تا رو که خوب رفتم که یه دونه رفتم، فرقی نمیکنه. اینجا قانون شکوندی یه دونه رو، یعنی همون تمام اون 99 100 تا رو شکوندی، باید جریمه بشی. جریمه گناه موت، مرگ. هم در جسم میمیری، هم دیگه اون دنیا در روح میمیری. ولی به عیسی مسیح ایمان بیاری، میگه که فقط تو این جسم از جسم جدا میشی، فقط جسم رو ترک میکنی، اونجا چشم تو باز میکنی، مرگی دیگه وجود نداره برات. هر کس که پدرش خدا باشد با خوشحالی به سخنان خدا گوش میدهد. هر کس که پدرش خدا باشد با شادی و خوشحالی به سخنان خدا گوش میدهد. عیسی مسیح خودش میگه من خدا و خداوندم. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من خداوندم. هیچ کس ادعا نمیتونه بگه را منم، زندگی منم، حیات منم. هیچ کس این ادعا رو نمیتونه بکنه و نکرده تا الان، چون نمیتونه. کدوم پیامبر اومد همچی ادعایی کرد؟ تا خودش خالق و سازنده نباشه. به چون شما گوش نمیدهید، ثابت میکنید که فرزندان خدا نیستید. خیلی ها گوش میکنن ولی به مسخره میگیرن، میگن بابا اینا همه افسانه است. چون شیطان نمیذاره که گوشت حقیقت آشنا بشه. همه مردم دنیا از حقیقت گریزانن، چون حقیقت راستی و درستی رو به همه نشون میده. به خاطر همون ازش گریزانن. شما نگاه بکنید تمام این خلافکارا در تاریکی کارا رو انجام میدن، چون کار خلاف دارن میکنن، غیر حقیقته. به خاطر همون شبها این کار میکنن در تاریکی. اگه در روز کسی کار خوب داره میکنه، در روشنایی هم کار خوب انجام میده. ولی اگه نه، نه دیگه. سران قوم فریاد زده گفتن ای سامری اجنبی، ما از ابتدا درست میگفتیم که تو دیوانه ای. میگن وقتی حقیقت قبول نمیکنن، چیز واقعیت نمیتونن بفهمن، عیسی مسیح میگن تو دیوانه ای. عیسی فرمود من دیوانه نیستم، من به پدرم خدا احترام میگذارم، ولی شما به من بی احترامی میکنید. با اینکه من نمیخوام خود را بزرگ جلوه دهم، خدا مرا بزرگ میکند و هر که مرا قبول نکند، خدا او را محاکمه و مجازات خواهد کرد. عیسی مسیح میگه هر که من رو قبول نکنه، خدا اونو مجازات میکنه و محکوم میشه. این که میگویم عین حقیقت است، هر که احکام مرا اطاعت کند هرگز نخواهد مرد. در این جسم میگم، فقط این جسم، اگه مردی در این جسم ترک میکنی این جسمو، در جا چشمتو باز میکنی، دیگه نمیری. هم مرگ روحانی داشته باشی هم مرگ جسمانی. عیسی مسیح مرگ روحانی رو میگه که هرگز نمیمیری دیگه. در مرگ روحانی تو بهشتی دیگه، مرگی برات وجود نداره. سران یهود گفتن حالا دیگه برای ما ثابت شد که تو دیوانه ای. ابراهیم و تمام پیامبران بزرگ خدا مردن، حال تو ادعا میکنی که هر کی از تو اطاعت کنه نخواهد مرد.
اونایی که رو تلویزیون دارین گوش میدین اینا رو گوش بدین، واقعا ببینین چقدر خداوند چی بهتون داره میگه. مسئله گوش دادن فقط نیست. درسته ما خیلی چیزها رو گوش میدیم ولی خیلی واقعیتها رو قبول نمی کنیم اصلا. عیسی مسیح حقیقت کامل داره میگه. وقتی عیسی مسیح رو بشناسید واقعا دیگه نمیدین به شریعتی که هیچ چیزی از تو دوا نمی کنه بری دوباره اجرا بکنی. اینی که مثلا میری سر قبرهای مرده مردار میپرستی، بعد از اون حتی با شعور ما اینقدر بازی میکنن، برای ما امامزاده های سیار میارن تو خیابون میگردونن میگن این امامزاده است. یا اون روز من دیدم یه دونه جای آشغال، دیدین چجوری کوچیکه میذارن، یه دونه قد اون گنبد گذاشته بودن، نوشته بودن که آرامگاه من نمیدونم چی گیلانی. اینه یعنی تو از پدر ما ابراهیم مرد بزرگتری و حتی از پیامبران خدا هم مردن بزرگتری، خود را کی میدانی؟ ازش دارم میپرسم خود را کی میدانی؟ به عیسی مسیح دارم میگن. عیسی به ایشان فرمود اگر من از خود تعریف کنم این ارزشی ندارد، اما این پدر من است که به من عزت و جلال میبخشد. یعنی همون کسی که ادعا میکنین خدای شماست، شما مطلقا او را نمیشناسید، اما من کاملا او را میشناسم و اگر بگویم او را نمیشناسم آنگاه مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی حقیقت این است که من خدا را میشناسم و کاملا مطیع او هستم. جد شما میگه شادی میکرد از اینکه یک روز مرا ببیند. او میدانست که من به این جهان خواهم آمد و از این جهت شاد بود. چون از ازل بوده عیسی مسیح، میگه جد شما خوشحال میشد ابراهیم منو میدید و میدونست که من به این جهان میام. سران قوم فریاد میگه زدن چی میگویی تو حتی 50 سالت هم نیست، میگویی ابراهیم را دیده ای؟ چجوری دیگه باید عیسی مسیح بگی که آقا من خداوندم، من همونی هستم که از اول بودم، در جسم انسانی اومدم شما را نجات بدم. امروز هم وطن من تو که شنیدی، امروز به عیسی مسیح ایمان بیار تا حقیقتا حقیقت رو بشناسی و حقیقت تو رو آزاد بکنه. چون فقط تنها عیسی مسیح میتواند ما را نجات دهد. شما را به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود تا درودی دیگر. مرسی که وقت گذاشتی ما رو نگاه کردی. Thank you.